درود میگویم به شما تماشابینان عزتمند تلویزیون سیاهی و هنرهای مردمی. اینجا مرکز دهه درغ است. از مرکز ناحیه عینی تقریبا 60 کیلومتر و از شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان تا این دهه 200 کیلومتر راه است. ما عین زمان همراه یک گروه ساکنان محلی نقشه داریم به موضع فرزاد سفر نماییم. در این سفر ما تقریبا 15 کیلومتر راه را توسط واسطه نقلیات تعیین نماییم. شاید پیاده هم سفر نماییم. برنامه اکوتوریسم است منظورتان. همراه یک گروه ساکنان محلی راه پیش گرفتیم جانب دره. از دهان نبرآمده در شفت راه نشونمای خوبی زراعت کشاورزی و غرق حاصل درختان را دیدیم. دایر به وضع زندگی مردم در برنامه دیگر معلومات می‌دهیم. حالا تنها دایر به امکانات های دره فرزاد می‌گوییم. درآمدگاه دره نسبتاً تنگ است ولی راه افتنگرد سفته. این از آن شهادت می‌دهد که ساکنان برای خود شرایط فراهم آوردند و راه مذکور را پیوسته نگاهو بین میکنند. اطلاع دادند که با نظرداشت کم بودن زمین کارم در دهه، اکثر ساکنان درغ در همواری های دو شفت دریاچه به زراعتکاری مشغول میشوند و از این خاطر برای در حالت خوب نگاه داشتن راه کوشش مینمایند. اینک طبیعت رنگین، گل و گیاه ها، درختان کوهی همیشه سبز، بوته های میوه های شفا بخش دهنده و دیگر گوناگونی طبیعت ما را به آغوش گرفت. از بلندی تقریبا 70 یا بیشتر از این جاری شدن آب توجه ما را به خود جلب نمود. هرچند آب را از بالاتر دریا توسط قبور آوردند و این شرشره را صنعی تأسیس دادند ولی دقت جلب کننده. آب از نوک توسط دلی سنگ یا شخی بلند جاری می شود. این شرشره را به خاطر به زیبایی موضع باز هم زیبایی زمنمودن تشکیل کردند. حالا دره فرزاد پر از سبز پوش است و در همین موسم سیر و گشت نمودن در اینجا برتری بیشتر دارد. چی نمود بوته است؟ این بوته خود. خود؟ بوته خود است. این میوهش یکان فایده دارد بسید؟ این اساسا بوته خود است. برای من همین بیماری های فشار بلنده خم، دیابت خم خب فایده بسیار دارد که مردم ما اساسا هر مهلت، هر مفصل همین هم کدام وقت این پخته میرسد میوه؟ اگه مهلت پختنش همین تا آخر های ماه اوگوست نزدیک های سپتامبر و لکه تیار میشن. در منطقه زیاد است، زیاد می روید نمی کنم؟ آه این خیلی بشاره. میوهش کلانتر می شد؟ بله این کلان می شود، هنگامه که وقتی که رسید، این رنگش از نگه کنید، رنگ این دیگه خیلی خام است. وقتی که رسید همین سیاه می گردد، هم کلان می شود.
رنگ سیاه میشه. وقتی که پخته رسید سیاه میگردد و کلام میشود. حجم کلام میشود. چقدر چنی اولوچه میشه؟ نه اولوچه کمتر میگردتر میشود. تقریبا چقدر جمعواری میکنن مثلا هر یک اویلا؟ خیلی این بابسته از خود همون جمعوارنده کننده به بابستگی دارد. این ما یه چی گفتنه هست از خورجگه هست که ممکن تا 4-5 کیلو خورجگه هست که 2 کیلو 3 کیلو. شما خودتان جمعواری کرده این سو مثلا؟ من سال گذشته خودم جمعواری کردم. حوض میبوریم، حوض انهی حوض درای بالا میبوریم، در اونجا بسیار تر است، در همین نزدیک دریا بسیار میشود همین چیز. من خودم سال گذشته جمعواری کردم. من از همین جمعواری کرده که ممکن که اگر 4.5 کیلو من خودم جمع کردم. اینا خشک میکنید نگاه میدارید؟ البته. این وقتی که انگامه که چین دید اینا حتما در بالا یکون چیزا میپرده در افتو؟ نه در سویه. در سویه در سویه اینا خشک میکنیدش این تمام دیگر این نه ویرون میشود نه میپوسد نه یکون چیز در همین افتوت هم استفادهش میبرن اینا براباش هم میکنن تمام چی کرده همین مردم همین دهه استفاده همچون دور استفادهش میبرن. بوی اطراگین گلوگیاه و آب و هوای سلقین به کس روحیه بالیده می باشد. تشکیل خطسیر سیاحی و جلب سیاحان داخلی و خارجی به این موضع دلفریبی وطن از منفیت خالی نیست. ناگهان سیاحان خارجی را بخوردیم. از صحبت با آنها سرمان به آسمان رسید که اینقدر وطن ما را وصف میکنند و دوست داشتند. از کجا آمدید و به کجا روانه اید؟ ما از دهه ویشب اینجا آمدیم و به دره یغنوب روانه هستیم. شهروند کدام مملکت می باشید؟ من از ایالات متحده آمریکا. من باشم از مکزیکا هستم. معلومات دارید درباره موضع؟ یک کتابچه هست که در آن اوید با ظرفیت های سیاحی تاجیکستان معلومات پیشنهاد کرده شده است و ما معلومات را از همان کتابچه گرفتیم. در اون کتابچه دایر به همین منطقه تاجیکستان چگونه معلومات آورده شده است؟ اساسا اونچی که مورد توجه ما قرار گرفته است یک پیروهایی که از دهه درخ جانب یغنوب می رود. اونجا درج گردیده است که از دهه درخ تا در یغنوب چند کیلومتر مسافه است. بله، یک کم معلومات ها هستند ولی ما خریطه راه خود را داریم. در اساس همون سفر می نماییم و راه همون را معین می کنیم. چند روز شد که شما اینجا هستید در تاجیکستان؟ 10 روز می شود که ما در تاجیکستان هستیم. باز از کدام منطقه های تاجیکستان دیده نمودید؟ ما از جمهوری ازبکستان آمدیم. چند روز وقتمون رو در شهر پنجکن گذرانیدیم. در کوه های فون بودیم و سپس با بالابی دریای زرافشان راه سپار شدیم. چی تاثیر دارید؟ کشور شما خیلی زیبو. بله، همه جا زیبو است. کوه های زیبو، جنگلزارها، عموما گوناگونی طبیعت این کشور ما رو مفتون ساخت. و بخصوص مردم بسیار مهربان هستند در اینجا. شاید کلمه های ضروری را برای وصف کوهستانی بلند که به طبیعت رنگی مبدل گردیده است پیدا نشوند. خیلی عالی. چی نقشه دارید و باز از کدام منطقه های تاجیکستان دیدن کردن می خواهید؟ حالا هدف ما این است که ما توسط همین دره قلعه کوه را فتح نماییم و به یغنوب گذشته با مردم اینجا که دارای فرهنگی به خود خاص می باشند صحبت ها انجام دهیم. از تاریخ مردم یغنوب آگاه گردیم و سپس به ورزوب فرامده وارد دوشنبه شهر شویم. از دوشنبه به منطقه بدخشان رفتن می خواهیم. دایر به دره فرزاد روایت ها زیادند که ضمن برنامه مرحله به مرحله خواهیم گفت. اکنون دره نسبتاً وسیع‌تر و پهناتر می شود. این بنایی که در دل کوه می بینید زیارتگاه است. قصه میکنند که در گذشته خیلی دور شخصیت فرهنگی معروف از تعقیب دشمن فرار نموده اینجا را مکان انتخاب نموده و در دل آن همین کوه وفات کرده است. از روایت های خلقی از دوران خیلی قدیم این زیارتگاه معروف به زیارتگاه
تگی برازی اسکیدر معروف است و این زیارتگاه نه تنها زیارتگاه مردمی خودی ده بلکه زیارتگاه مردمی مسلمان تبار دولت های همسایه ما ازبکستان، قرقیزستان مخصوصا از شهرهای بخارا، سمرقند، شهر سبز، فرغانه، بیشکک با مقصد زیارت تشریف می آورند. این موضعی که ما این وقت قرار داریم، این موضع موضع اسکیدر نام دارد. اسکیدر در لغت سغدی معنای درغی بالا را دارد، یعنی مردمی که در پایان زندگی میکردند در گذشته تاریخی در همین بالا زندگی میکردند. اینجا دهه پیشترهی در همینجا بوده است، زیرا در بالاتر از اینجا غارها هست، کمرهای سنگ هست که نشانه از آن است که انسانها در اینجا زندگی میکردند. دلیل های تاریخشان هست و دلیل دیگری تاریخی که در اینجا انسانها زندگی میکردند و درغی بالا بود، این در همین ارچزار است که در ارچزار غار است و در نزد غار همواری هست که در آنجا قبرها هستند. در اینجا قبرستان است، بله در اینجا قبرستان است که این دلیل از همینجا در گذشته تاریخی زندگی میکردگی مردم بود. از روایت های از گذشتگان، از روایت های خلقی که به ما میراث مانده است، اینجا مزار خواجه غار میگویند. خواجه غار یعنی یک شخصیت دانشمندی از گیرودارهای تاریخ، از خب گویم که حفظ خود را حفظ کردن از تهدید دشمن به اینجا پناه بردند. یعنی در زمانهای قدیم اینجاهایی که جاهای کمتر کس ناگذر بود به اینجا خود را پناه بردند و در اعتقاد اعتماد مردم معروفیت پیدا کردند و تا به امروز رفته ایستاده است. این شخص یعنی در همینجا دفن شده است؟ بله، اینجا در اینجا مفتن این شخصیت در همینجا هست، حضور دارد و از همون دوران قدیم مردم توی ما آباد نگاه داشته آمده ایستادند و یک مکان مقدس است. ببینید اگر مردم به اینجا گذر میکنند و به اول جاهاشون میروند، حتما با احترام این شخصیت ها از سواره خود میفرایند، یعنی چخل سواره که داشته باشند با احترام از اینجا پیاده شده بعد از 500 متر باز از سر نو سواره شده میروند. همین خیلی مکان مقدس است که از قدیم الایام از گذشتگان ما به ما این چیز میراث مونده است و این جای های مقدس، این مکان های مقدس به این دره کم نیستند، خیلی زیاد هستند که بعدتر روزی برآمدن میبینید. زیارتگاه ها و مکان های تاریخی به سیاحان گوناگونی سفر را تامین می نمایند. اگر شخص به خاطر سیاحت اکولوژی به این موضع آید، همچنین از مهمان نوازی مردم درغ بهره ور می گردد که این می شود سیاحت گاسترونومی. در این برابر از مکان های تاریخی زیارت می کند و دایر به تاریخ و فرهنگ مردم ده معلومات می گیرد. تماشابینان گرامی، در این موضع پیاده‌گردی بیشتر جالب است، ولی با نظر داشتی اون که ما همه همین زیبایی های موضع رو روی نوار آورده وقت رو سمرانوک استفاده بریم، ما توسط نقلیات هم رفته استودیم. طوره میبینید راه خوب است و با همین گونه نقلیات امکانی آزادانه سفر نمودن به این منطقه وجود دارد. با پیشنهاد همراهان یا آگاهان از این موضع راهمون را یک کم تغییر دادیم و چند نفر به طرف راست دریا گذاشتیم. این بوته زیرک است، با فکر ما؟ زیرک.
این برای خوراک شور خوراک رو بولازاد میکنند. بسیار میره در مردم جمعواری میکنند. به نهایت زیاد است از این قیام هم تیار میکنند. قیامش برای پوچکای شکسته باشد اگر میخورد فایده دارد با برای فروردن دولینی. فشار را پاس کردن من بسیار نغز است. اما از این ترشی بولازاد دارد مردم ما استعمال میکنند. من از زمینش هم تو خوردن میشد من همین خیلی منه. با حضور نترسید همش طبیعی است. برگشا خیلی اشتها آورم هست و مورید به ذکر است که اینمین زیرکه که در اینجا گفتیم در حدود اینمین وادی تا خود منطقه فرزاد قریب 10-15 کیلومتر بالا اونجایی که ما میرویم بله اونجایی که ما این زمان را سپر شده استودیم میروید و مردم ما واقعا هم که نورمان ها درست گفتن اینا در تیر ما جمع میکنند استفاده میبرند. انامین بوتان بسیار گلی تبابتی است. اینا مردم ما انامین گلش را جمع میکنند. بعد همراه چای کبود یا چای سیاکتی اومختن میکنیم. چای کرده مینوشیم. بسیار یک لذت ارامتی عجایب میدارد. یه برای چای نوشیدن. با دارگی هم دارد ترکیبش. یه بر همین چشیده بیند این طعم شیرین دارد. یه بسیار بلذت است. شیرین است. یعنی که گلش رو با چای همراه میکنیم ها یک جا کرده چای کرده می نوشیم. یگون ضرر ندارد به سلامتی؟ نه یگون ضرر ندارد. این فایده دارد که ضرر ندارد. اثبات شده است. اثبات شدگی است که این فایده دارد. مردم از قدیم الایام این استفاده میبرند. بویش اینقدر بلند نیست است که چای با یک لذت بهتر میدارد برای نوشیدن چای خوشتر میشه. این زیره هستن به فکرم؟ بله بله این زیره است. در همین منطقه که ما این زمان سیاحت کرده استودیم بسیار میروید. بسیار یک گیاه فایده آور است و شفا بخش هم هست. در مثلا طعام های ملی به مانند آش، به مانند کباب و دیگر طعام های ملی استفاده میبرند. همچنین در طب خلقی بگیم وقتی که کودک شکمش دمیش میکند او به همین رو استفاده میبرند و از دمیش میماند و در عموم برای تب انسان وقتی که در غذا استفاده می شود و برآوردن مانده شدگی انسان فایده بسیار عین مداوا است و فایده دار است. بله کدام ماه پخته می رسد این تقریبا 20 ایول الکای در اینجا آماده می شود و مردم ما آماده از همه همین منطقه ها جمع آوری می کنند. بله و واسه استفاده می کنند. در بازار هم این نمودی گیاه شفا بخش خریدار زیاد دارد. بله بله خریدار زیاد دارد و یک انعنه است که هر سال تیرما تقریبا ماهای آوگوست سپتامبر بسیار مهمانان به دهه ما تشریف می آورند و میپرسند که زیره، زیرک، خود، کورا و دیگر نمودهای گیاهی شفا بخش اگر باشد شکل خشکیدهش به ما بفروشید. این گیاه رو در عرفیه در همین دهه تالموس میگویند. در تمام نمود شکسته بند همین رو میکوبند در شکل نمین تر و بگیم که در همون جای شکستگی، لط خوردگی، سیاگشتگی یا عموما ضرب خوردگی میمانند. در حقیقت هم درد میگذرد و همون ورم میشیند. انا با چی خاطر ما از راهی اساسی کنار برآمدیم و اینجا آمدیم. ساکنون دهه اینجا را زادگاه زردشت می‌نامند. حالا می‌پرسم که چی روایت دارد و چی اساسی واقعی دارد اینجا همچون مکانی یا زادگاه زردشت؟ بله در حقیقت هم ابتدا ما باید آغاز کنیم از آنکه تقریبا میانه سالهای 50-60 کلان سالان دهه وقتی که در اینجا با مال و گوسفندان خود را به چراگاه یعنی به اینجا آوردند چشمشان ناگهان در همین داخل به استخوان‌های مثلا افتاد که به شکل استخوان‌های انسان‌های حاضر مانند نیستند اما استخوان‌های انسان بودند و وقتی که باستان شناسان و تاریخ شناسان و تاریخ نگاران را دعوت نمودند به اینجا و این منطقه همین کمری سایه روی که ما میگوییم در اهل ده نام میبرند مورد توجه اهل علم و ادب قرار گرفت. وقتی که مورد توجه قرار گرفت
آموزش ها سر شدن، باستانشناسان تشریف آوردن یک چمراتی به دیها و معین کردن که در حقیقت هم طبق همون سرچشمه های تاریخی که در خود اوستا هم قید گردیده است که مثلا زادگاهی بگیم که پیامبر زردوشت، پیامبر اکن دین همون زردوشتی یعنی پیش از اسلام و پدر و مادرش در اینجا هم به دنیا آمدند و زندگانی کردند و از همینجا یعنی هجرت خود رو، سفر خود رو به ایرانویچ، به کل زمین های ایران بگیم و خراسان بزرگ آغاز نمود. زردوش یعنی از اینجا؟ بله بله، پیامبر زردوش. مادر زردوش همینجا زندگی کردند؟ همینجا خاک شدند و واقعا هم نیاز به یک مثلا تدقیقات بزرگ و اساسناک هست که اینجا باید حفظ کرده شود و همون استخوان‌هایی که در اینجا حالا هم هستند باقی گذاشته شدند، مورد آموزش قرار گیرند و یعنی به حجت ها وارد کرده شود. زیاده از این طبق تدقیقات هایی که دکتر علم های تاریخ اگر خطا نکنم پیانکوف از فدراسیون روسیه گذرانده است، اون هم اشاره به همین کنار، اگر از دهه درخ بیایم، کنار دست راست دریای دهه درخ و اسکی درخ، این دریایی که در پایان هست، اشاره کرده است که در اینجا غاره هست که پیامبر زردوشت در اینجا به دنیا آمده است و هجرت خود را یا سفری خود را بگیم از همینجا شروع نموده است. بله، در رو بروی ما هم اونجا تقریبا به نظر میافتد به مانند یک ده هست. واقعا مردم ما ملت تاجیک، ملت زحمت دوست است، زحمت قرین است. هر کجا یک همواری دید حتما یک آبادی میکند و حتما یک گلگل شکوفانی میکند و اونجایی که میبینید در زمانهای گذشته در همین منطقه اسکیدرغ در داخل همون غاری که به این غار مانند است اویله ها زندگانی میکردند و عین زمان هم اگر ببینید یک چند خانه ها اونجا قامت افراختند که با مثلا یک چند اویله در اونجا زندگانی میکنند. مشکلات اساسی که اینجا پیش آمد از سبب بی اهمیتی این بود که این دیوارها را میبینید با هدف های در اینجا مثلا چراگاه خود را در وقت گرمی زیر سایه کنار آوردن است که این البته یکم باعث تاسف است، ولی مردم هم که دیگر از بی اهمیتی بگیم که ما و شاید یک گام های برداریم مسئولین که در این جاده کارهای کنیم که همین منطقه حفظ کرده شود، چون واقعا هم منطقه یعنی که یک دارای خصوصیت خاص می باشد و با اینجا از کشور جمهوری اسلامی ایران و افغانستان و دیگر کشورها یک چند مراتبه شماره زیاد سیاحان آمدند. وقتی که اهل ده از آنها پرسان شدند که با کدام هدف آمدید، آیا آمدید که دهه ما رو ببینید یا طبیعت ما رو، نه گفتند ما میخواهیم همون طبقی بعضن معلومات های اینترنتی هم اونها معلومات دریافت کردند که در اینجا بوده است. آنها گفتند ما آمدیم که ببینیم زادگاه زردوشت واقعا هم چگونه شکل دارد. پورا علمان اساسناک شده است که همینجا زادگاه زردوشت. دلیل هایی که تو امروز در دست مسئولین، در دست باستانشناسان و تاریخ نگاران جمهوری تاجیکستان وجود دارند، دلیل های زیاد وجود دارند که مخصوصا ان همین مکان را همچون یک مکان تاریخی و اثبات شده بگیم که مکان زادگاه زردوشت یعنی تمرکز میکند و اشاره میکند، چون همین مکان و همین نام همین دهه هم با همون تلفظ قدیمه خود در کتاب اوستا آورده شده است، یعنی از این زیاد مثلا دلیل شده نمیتواند و اثبات هم ضرورت ندارد. و عالم انگلیس راستیگه یک عالم انگلیس هم یک تدقیقات گذرانده است آید به پیامبر زردوشت و اشاره نموده است. ببینید همون عالم به اینجا تشریف نآورده است، اما از روی مثلا همون بازیافت های تاریخی سرچشمه هایی که به دست آورده است اشاره کرده است که در بالا آب زرفشان دهه است با همین نام که تقریبا 5 یا 7 کیلومتر بالاتر از حدود دهه در طرف دست راست دریا مکان تولد زردوشت و پدر و مادرش، این مکان زیستشان هم بوده است اینجا. آیا امکان ندارد که مثلا همین موضع همچون موضع تاریخی و موضع سیاحی بیشتر معرفی کرده شود و مثلا همین دقیقا خطر مخصوص برای دیدن کردن از زادگاه زردوشت تأسیس شود و سیاحان واقعا هم اینجا یک جای تاریخی است بدون شک و شبهه، مورد توجه، مورد اهمیت جدی باید قرار گیرد. از همین لحاظ بسیار اهل ده هم درخواست کرد. در صورتی که زندگی کردن و در این موضع به دنیا آمدن زردوشت قسمان اساسناک شده است، پس چرا میان عالمیان ترغیب نکرد و این مکان را همچون مکان زیارتی به منفعت استفاده نبرد؟
اینک باز توسط شفت چپی دریا راه همون را جانب بالا ادامه دادیم. قدقدی دریا از تماشای منظره های زیبا حضور و حلاوت می بردیم. طور در نوار می بینید جاذبیت و گوناگونی بیولوژی موضع کس را مفتون می سازد. با نظرداشت روز نصف شدن چون رسم خوبی تاجیکی ما را به مهمانی دعوت نمودند. انعنه های قدیمه مردمی در دهات مملکت خیلی زیاد حفظ گردیدند. از جمله نهدگویی در کوهستان. شرشرهی تگام آبم دوست گونه کتابم بادایا آد در گرمی روز تای کردره های دراز آد در گوشه بوم در خوابم بادایا. همین طور برای نوشیدن چای و از جمله تناول محصولات شیری از لحاظ اکولوژی تازه که در دوره گرمی گروه آیله های ده به این موضع آمده استحصال میکنند، داخل کلبه شدیم و لذت شیر و قیماق و مسکه و فطیره که چشیدیم برایمان فراموش نشدنی. گفتند جای نشستی ما هم زیارتگاه است. مردی دانشمند و فرهنگی و بشردوست، نفری که برای عدالت مبارزه برده است، اینجا دفن گردیده است. کس را به اندیشه فرو میبرد. این نقطه از سطح بحر انقریب 2000 متر بلند و دل کوه است. چون این بلندی ها را مکان انتخاب کردن انسان ها شاید سر در خود دارد. خوب، امید بران میبندیم که عالمان تحقیقات برده دایر به شخصیت موردی نظر معلومات بیشتر منظور مینمایند. برگشتیم و در دعابه، یعنی جایی که از دو طرف آب جاری شده و با هم پیوست میگردد، توقف کردیم. با نظر داشتی موافق بودن برنامه لذت طبیعت را ثبت کردیم. اگر خونه دشمنات علاو اندازم این برنامه الوهیده است. توسط واسطه نقلیات همجاگرد را همان را ادامه دادیم. ناگهان پیش پیش ماشین کبک ها را دیدیم که می دویدند. در خصوصی کدام نمود پرنده و حیوانات سکونت داشتن در این موضع با یکی از همسفرانمون هم صحبت خواهیم شد. کوتری دشواربرا و کمی خطرناک، از این لحاظ راننده ما را ضرور است از احتیاط کار گیرد. قبلا درباره موضع معلومات گرفته بودیم و درخواست هم کردیم که راننده های با تجربه ما را همراهی نمایند. از طرز اداره نقلیات معلوم گردید که راننده نه یک بار و دو بار بلکه صدها مراتبه توسط واسطه نقلیات راه های دره فرزاد را طی کرده است و خیلی ماهر است. خاطرمان جمع است و باوری هم حاصل کردیم. انا همین همواره موضع فرزاد است و دره طولانی و دارای گردش های زیاد محض از همین جا فرزاد نامگذاری شده است. چرا فرزاد؟ گفته می شود که در گذشته نچندان دور فرزاد نام شخص اولین شده در این موضع کلبه بنیاد کرده و با چارواداری و زراعتکاری مشغول شده است. همین طور موضع را با نام او گذاشتند.
خوب تماشابینان ایزدمند، توسط نقلیات ما 12 کیلومتر راه را طی کردیم و با نقطه آخرین که یعنی امکان است بواسطه نقلیات حرکت نماید رسیدیم. اکنون ما را ضرور است تقریبا 3 کیلومتر دیگر را پیاده طی نماییم. ما را همراه باشید. ما را ضرور است انا همین کوتلی وزنین را فتح نموده به نقطه بلندترین موضع براییم. از لحاظه که بلندی راه در بعض جایها از 90 درجه بیشتر است، کمی دشوار. تماشابینان گرامی، از سببی که بر آمدن همین راه کمی دشوارتر است، همراهان ما به چند گروه تقسیم شدند و قسمان از ما پیشترند و قسم دیگر پس از ما آمده استودند. این نقطه که ما این زمان قرار داریم از سطح بحر زیاده 3000 متر یا انیقترش 3066 متر بلند است و ما را ضرور است باز تقریبا 2 کیلومتر راه را تعیین نماییم و تا به نقطه آخرین رسیم. ما را همراهی نمایید و البته که ما جالبیت این موضع را باز هم بیشتر به شما نمایش خواهیم داد. با وجود آن که بعضی از همسفران ما از دشواری راه به عاقب برگشتند، ولی با چند نفر از ساکنان محلی گروه ایجادی برنامه کوشش کردیم به هدف رسیم. همین طریق به نقطه آخرین مسیر انتخاب نموده رسیدیم. خیلی شاد و مسرور گردیدیم. هوا نسبتاً سرد ولی فارم. زمان در نقطه بلندترین همین موضع آماده رسیدیم و این لحظه از همسفری ما نفری که دویر به این موضع معلومات دارن پرسون میشویم که این یا کدام موضع است، چی نام دارد و از سطح بحر چقدر بلند است. اینجا موضع قوتن سنجیوره نام میبرن. ما با مولهایی که میبرون همجا یک نام میرون یک شب اونجا قرار میگیرن و ساعت 12 یک شب خسته را حکی میشون و ساعت 6 سحر به پریوال سر میکنن اون طرف یغنو میگذرن میرن. اینجا سطح بر 3500 متر بلند است. خب اینجا برف همیشه هست؟ همیشه در همون تای عقبه همیشه میموند. اما اینایی که نزدیک ما به استودای اینا اخیرای آوگوست با اوجه تمام حلقه تمام آب میشون. آب میشن میرد. بالا بودگیش تا زمستون میموند. اما خیلی پریخ های بلوش با برفی نمید. اینجا پریخ هست نه علاقه؟ اقبا پریخ میشه. چند متر دیگه؟ چند تقریبا یکان 500 متر دیگه موند؟ تقریبا همون سنگ بلو میگردیم. علاقه پریخ آغاز میشه؟ یک 100 متر میرویم پریخ آغاز میشد و پریخ تمام نمیشود. اونجا پریخ میموند همیشه. من اینجا با همیشه میموند. این درونی این با هم یک سوی دیگه میداره و با هم همیشه پریخ میموند. آب نمیشود همیشه استودگی. باز چی هست اینجا بلوتر؟ اینجا یک کول هست. کول؟ یک کولی کلان هست. چقدر کلانی داره؟ درازش ممکن که 100 به 80 100 به 70 باشد. خیلی موضوع این همین تریتوری ما چقدره که همین حدوده اشغال حدوده که ما اشغال کردیم. همین حدود به همجا کول هست. عینن همین خیلی جا هست، پستی هست. ای دو طرف کوه ها برومدگین همه حدود با همجا کولی کلان است. چقوریش مردم ما و کولی بیتگ میگویند. چقوریش نمیدونیم چقدر باشد و دیدن هم نمیشود. آبش کپ کبون ماه آوگوست با سنگ میپرتویم. خیلی همون موفق سنگ نگاه میکنیم که چقدر میرود. چقوری و معین کردن نمیتونیم. اگر چی مسئله های نغز باشد که همین چین میکردگی باشد پس چین کردن ممکن. اینجا حیواناتی نادر هم با فکرم سکونت میکنند؟ حیواناتی نادر سکونت میکنند. خرس هست، خرس های ملا میگردد. بعد ببر برفی میگردد بیشتر. سلفسی میگردد.
گرگ هم و میخوره در اینجا. آهو هست، بزی کوه هست، هم بزی بخوره بسیار است. از این حیوان های وحشی اساسا همین چیزها هست. خاص در راه سغور رو دیدیم. ها در راه با سغور ها هست اینجا و پرنده های نادر مرغ هلال به نهایت زیاد است. مرغ هلال عقاب هست و عقاب هست و بیشتر. سیاحون میآیند به همین سیاحون میآیند. ما یک دو نفر رو بخوردیم، دو نفری که وا خوردیم همون دو نفر برآمده رفتن الکی. پیش از ما برف و دیدم پای اسوچوشون گذشتگی همین خیز زده گذشته و برآمده رفتن. با فکرم و اغبا سر کردن و اون طرف یگون 300 متر میفروین با سیو میجود 300 متر برفای بون طرف بعد میفروین همین خیلی مبزی های چکر چکر میشد و البته همه چیز دارن برای شب زندگی کردنشون اونجا با فکرم دم میگیرن و با بو سحر اونجا را دوام میتین طرف یگون با کمتر خنکتر است ها هوا یه به نهایت خنک است حاضر با گرمتر کمتر شبتر شود با خنک میشد اینجا مینوس میشد ممکن شب تا مینوسی 4 مینوسی 5 شود آب یخ میکند اگر آب همی ستیل با یا استکان با گرفتم اینجا مونه مگر سحر میخزم یخ کرده آب به نهایت خنک این وضعیتش در زمستون به فکرم اینجا اومدن نمیشود ها در زمستون برف به نهایت بلند میزند تا 3.5-4 متر برف میزند اینجا بعد خیمه قریب که همه فصل های سال به اینجا هم میبرویم بغیر از اگر که ینور به برآمدن نشد دیگه فصل های سال به خیمه دیگه ماه ها به برآمدن میشود برف سخت میشود بالای برف که برآمدن میشد یکی بعد از ماه فوریه دیگر نمیشود تو انمی مهلت دیگه برف به برآمدن برای اینکه ملایم میشود میغوتی برآمدن نمیشد دیگه این یک از سرچشمه های دریای زرافشان است آب طور ما مشاهده کردیم آب از همین جو باشیم سرچشمه میگیرد تگ میزنه تمام نمیشود این آب همیشه زیر... میرود زیری کوه قطیب زیری همین کوه میفروهد پایین دریا میشود همین دریا یکی از شاخوفه دریای زرافشان است که شما دیدید خودتون با چشمتون دیدید وقتی برآمدن با یکی از شاخوفه های خیلی کلانتری دریای زرافشان میره زرافشان وارد میشه در آب همین پریخی همینجا بوده حجمش معین کرده شده گی نیست اکو گلوکو ممکن معین کرده باشن یکی مو با و مفصل یکون چیز داده گی معلومون نیست لیکن پریخش بقوت است یکون وقت این خیلی تمام شده گی نیست اینم هم 56 بدر اومد کم شده است مشاهده کردید البته کم شده گی دوره پیش فرض کردیم 30 سال پیشتر اینجا همین وقت اگر می برومدی همینجا هم برف بوده می خیلی چی میگونی خیلی؟ پورا همینجا برف پوش بود این وقت با نگاه کنید الکه اینجا سیاه شدگی برف کم برف همین تا آخرهای اوگوست بعد تمام میشود حاضر ماه ایول بینش به این برف تمام میشود پیلخ هم کم شده است خیلی یخ کم شده گلد تقریبا چقدر کم شده است حجما گفتم میتونه من هم تو گفتن میتونم که هم بین پیلخ با یک تا این خیلی شخ است همون شخ ماه اوگوست آخرش با کمکک نمایان میشود کمکک همین چنی یک این همه قدر جو بوره نمایان میشود حاضر باشد اگر همون شخص 3 متر نمایان میشود آخر اوگوست با این همه قدر کم شده که پریخ 3 متر همون غفصی پریخ با فکر من که کم شده شده است خوب این از تغییبی اقلیم است اقلیم البته تغییر افتادن همه جو همی خیشد تشکر سلامت باشه از دهه درق تا رسیدن به این موضع تأثیرات خوب و خاطرمان برداشتیم و امید بران میبندیم که در آینده توسط همین مسیر خطسیر سیاهی تأسیس می‌یابد و سیاهان توسط دره فرزاد به موضع یغناب که آن هم حدوداً شامل ناحیه عینی می‌باشد می‌گذرند. 3381 متر یعنی ما عینی زمان از سطح بحر در بلندی 3381 متر قرار داریم و اینجا نقطه آخرین خطسیر ما است. طوری قبلا اطلاع دادیم پس از انمین برفی ها یا کوه های بلند الکی دره یغناب آغاز می شود و ما را ضرور است پس گردیم زیرا که شب هم فرار رسیده ایستاده است. در همینجا با شما خیر خوش میکنیم و تا برنامه های دیگر سعادت زندگی نصیبتان باشد. خیر.